به نام خداوند بخشنده و مهربان و با عرض درود و سلام خدمت شما عزیزان و همراهان گرامی کانال سرخط، خیلی خیلی ممنون و متشکرم که با ما همراه هستین و با نظرها و پیشنهادها و انتقاداتتون ما رو همراهی میکنین. غرب سالها از قدرت هسته‌ایش در حوزه برق حرف میزد، اما حالا که به بوته آزمایش گذاشته شده تو خالی به نظر میاد. مگه زیمنس آلمان همون شرکتی نبود که قبل از انقلاب داشت نیروگاه اتمی بوشهر رو میساخت؟ چرا 43 سال بعد تو خود آلمان مردم دارن هیزم جمع میکنن؟ این غول تکنولوژی اونجا چه غلطی میکنه؟ فعلا که دارن با سرگین گاو سر میکنن. هر بسته سیتایی سرگین گاو حدود 140,000 تومان. فروش در سایت آمازون. زمستون در راهه. من میگم این سیاستمدارای اروپایی کلن عقلشون رو از دست دادن. جانسون به انگلستانیا توصیه میکنه که با توجه به قیمت‌های سرسام‌آور برق، به جای استفاده از کتری کهنه کتری نو بخرین تا بتونین سالانه 10 پوند در قبض برق خودتون صرفه‌جویی کنید. If you have an old kettle that takes ages to boil, it may cost you £20 to replace it. But if you get a new one, you'll save £10 a year for every year. خودش میگه کتری جدید قیمتش 20 پونده. کتری جدید بخرید تا در مصرف برق سالانه 10 پوند صرف جویی کنید. چقدر وسوسه کننده خدایی. 2 سال به طور مداوم از کتری نو استفاده کنید تا 20 پوند صرف جویی کنید. خب اون کتری نو رو نخرن که همینطوری 20 پوند جلو افتادن دیگه، رسما خل شدن اینا دوستان. یکی میگه 3 جا رو بشور، یکی میگه شارژ گوشی رو تو برق نذار، یکیشون میگه فقط این چند تا جا از بدن رو بشورید تا پوتین رو عصبانی کنید. اگه این حماقت محض نیست پس چیه؟ یعنی پوتین عصبانی میشه میگه وای این کل بدنشو نشست، گاز کم مصرف کرد، بعد میزنه رو میز و میگه این آلمانیا خیلی زرنگن دارن منو شکست میدن. دیشب بایدن هم یه سخنرانی داشت که تو اون حسابی به ترامپ و جمهوری خواها حمله کرد. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق و جمهوری خواهان رو خطری برای دموکراسی در ایالات متحده خوند و خواستار اتحاد مردم شد. بایدن هشدار داد که مردم سالاری آمریکایی توسط نیروهای جمهوری خواه وفادار به ترامپ و باور افراطی بازگرداندن عظمت گذشته به آمریکا MAGA که آتش خشونت سیاسی را به منظور دستیابی به قدرت با هر هزینه‌ای شعله ور می‌سازد در معرض خطر بزرگی قرار دارد. اما چیزی که خیلی توجه رو به خودش جلب کرد نورپردازی قرمز پشت سر بایدن بود، چون نور قرمز خب بیانگر مستبد بودن یه فرد. تلاش کارکنان CNN واسه تغییر رنگ صحنه سخنرانی بایدن واقعا قابل تقدیره. ببینید که چطوری رنگو از قرمز خونی به حالت بنفش واسه کمک به سخنرانی های فاجعه بار بایدن تغییر میدن. لحظه‌ای که CNN به آرومی تنظیمات دوربین رو تنظیم میکنه، زمانی که نور قرمز پررنگ کمی بیش از حد مستبدانه به نظر میرسه و در پایان هم نوارهای روی پرچم آمریکا صورتی مایل به بنفش میشه. Democracy endures only if we the people respect the guardrails of the republic. Only if we the people accept the results of free and fair elections. Only if we the people see politics not as total war but mediation of our differences. Democracy cannot survive when one side believes there are only 2 outcomes to an election. Either they win or they were cheated. And that's where the MAGA Republicans are today. بابا خوب بود دیگه، چرا تغییرش دادید؟ روی واقعی خودشون رو نشون دادن. متاسفانه دولت رئیسی هم در یک حرکت زشت و زننده طرح آبرسانی قدیر خوزستان رو که طبق برآوردها باید در 3 سال تکمیل میشد در مدت 10 ماه به بهره برداری رسوند. بنده به نوبه خودم از آقای خودتحقیران و مدیران زخم بستری عذرخواهی میکنم. 10 ماه به نتیجه رسیده و امروز مردم عزیز ما در این استان 26 شهرستان و 1600 روستا می توانند از این آب بهره مند بشن، آبی که مربوط به خود استان لکن طراحی شده اجرا شده و در طراحی و اجرا و اقدام بیش از 2000 نفر شبانه روز کار کردند که نسبت به کار و تلاش همه اونها ما احترام قائلیم و تقدیر و تشکر میکنیم. کاری که هم طراحیش ایرانی است، هم اجرایش ایرانی است،
هم تجهیزات به کار رفته در این طرح همه ایرانی است، حقیقتا افتخار داره. یعنی معلوم میشه این ظرفیت بزرگ در کشور ما وجود داره که به دست توانای مهندسان و کارگران و با مدیریت خوب و جهادی مدیران این کار دنبال بشه و به نتیجه برسه. به این آرزوی مردم عزیز خوزستان. استان خوزستان در طول دهه‌های گذشته همواره با مسئله آب شرب مواجه بوده. خودتون در جریانین. مسئله‌ای که طی 3 سال گذشته با خشکسالی حوزه آبریز کرخه به عنوان مهمترین منبع تامین آب شرب 60% از جمعیت استان خوزستان متمرکز در جنوب و جنوب غرب این استان تشدید شد. میزان اهمیت تامین آب شرب در خوزستان به حدی بود که در سال 1400 در تیر ماه زمینه ایجاد یک بحران امنیتی واسه این منطقه از کشور رو فراهم کرد و دامنه این بحران هم به سراسر کشور کشیده شد. بر این اساس در اولین سفر استانی رئیس جمهور به استان خوزستان مسئله آب به عنوان یکی از مهمترین مسائل مردم خوزستان شناسایی و مقرر شد تا با برنامه‌ریزی دقیق به وسیله ساخت و تکمیل ابرپروژه آبرسانی قدیر زمینه حل پایدار مشکل آب آشامیدنی خوزستان مهیا بشه. عرض کنم که بعد از سفر رئیس جمهور فرایند طراحی و تکمیل ابرپروژه آبرسانی قدیر در دستور کار قرار گرفت و طی مدت زمان 2 ماه زمینه اتمام طراحی پروژه فراهم شد. بر این اساس به گواهی شرکت مشاور این طرح فرایند ساخت طرح آبرسانی قدیر به 36 ماه زمان نیاز داشت. ابر پروژه آبرسانی قدیر بزرگترین پروژه آبرسانی کشور که زمینه انتقال آب شیرین با ظرفیت 12000 لیتر در ثانیه به خانه مردم رو مهیا میکنه. اعتبار تخصیص یافته به منظور تکمیل طرح آبرسانی قدیر طی سال جاری از محل اوراق اسناد خزانه معادل 1000 میلیارد تومان بوده. بر این اساس طرح آبرسانی قدیر شامل 78 کیلومتر خط لوله انتقال و همچنین احداث 2 ایستگاه پمپاژ W2 و شهید چمران به همراه افزایش ظرفیت ایستگاه پمپاژ امبودرس هست. لازم به تاکید که همه اجزای به کار رفته در طرح آبرسانی قدیر با اتکا به توانمندی ساخت داخل به نتیجه رسیده. بهره برداری از طرح آبرسانی قدیر زمینه تامین آب شرب بهداشتی و پایدار برای 26 شهر و 1608 روستای مرکزی جنوبی و غرب استان خوزستان رو فراهم میکنه. بر این مبنا باید بگم که زمینه تامین آب 4.7 میلیون نفر از جمعیت شهری و روستایی این مناطق معادل 52% جمعیت استان خوزستان تا افق 1425 مهیا میشه. به معنای دیگه با افتتاح طرح آبرسانی قدیر تامین آب شرب مناطق یاد شده تا 25 سال آتی تضمین خواهد شد. همچنان باید بگم که پروژه قدیر علاوه بر حل مسئله کمیت آب مورد نیاز خوزستان در کیفیت تامین آب این مناطق هم تأثیر بسزایی داره. با توجه به اینکه منبع تامین آب در طرح میان مدت قدیر از رودخانه دز انجام میشه، مردم خوزستان صاحب یکی از بهترین آب‌های شرب خواهند شد. بله دوستان، واقعا این آقای رئیسی هم یه کارایی میکنه. اینطوری که بد شد، هم دست مفسدین کوتاه شد، هم سوژه خبری رسانه‌های سیاه‌نما کم شد. بالاخره باید یه طوری خوش‌سالی‌های ایران رو که توی منطقه گرم و خشک واقع شده رو بندازن گردن مسئولین، در حالی که همین اروپایی که به قاره سبز هم معروف هست کلی با کم آبی و خوش‌سالی داره دست و پنجه نرم می‌کنه. دویچه وله آلمان در مطلبی به بحران کم آبی به عنوان تهدید فزاینده توأم با محدودیت‌ها و هزینه‌ها برای کشور آلمان پرداخته و نوشته که بنابر نتایج یک نظرسنجی گسترده در آلمان، صدها بخشداری و شهرداری در این کشور از خطر کمبود آب در مناطق تحت پوشش خود نگران هستند. در برخی مناطق در حال حاضر محدودیت‌های اعمال شده است. در ادامه گزارش هم اومده که دیدن بستر خشک و ترک خورده ای که روزی زیر آب بوده تصویریه که حالا نه تنها در کشورهای مناطق خشک و نیمه خشک زمین که در آلمان هم دیده میشه. شاید در نگاه اول اینطور به نظر بیاد که آب در آلمان نه تنها کالای کمیاب نیست که به وفور یافت میشود، اما این تصور و تصویر تا چه اندازه پای داره؟ تاکشاو وبسایت شبکه یک سراسری آلمان در گزارشی به این موضوع پرداخته. برای نمونه یکی از نمایندگان این مجامع از ایالت تورینگن در مرکز آلمان میگن که مجبور بودن واسه تامین آب در بخش‌هایی از تانکر استفاده و آبرسانی کنند. درباره شهر کوچکی در ایالت نیدرزاکسن در شمال غرب آلمان هم گفته شده که سطح آب چاه‌های عمیق در 10 سال گذشته به طور پیوسته در مجموع 3 تا 4 متر پایین رفته. مسئولان ایالت براندنبورگ در شرق آلمان هم میگن که کمبود آب تهدیدی فزاینده در این منطقه به شمار می رود. اما خب بهار جان و بی بی سی فارسی و دوستان معتقدند که خشکسالی اروپا به خاطر تغییرات اقلیمیه و خشکسالی ایران به خاطر سوء مدیریت هستش.
اینو دیگه آخه کجای دلم بذارم. بعد همین رسانه یه گزارش داده به عنوان 7 راهی که کشورها برای مقابله با بحران انرژی دارن. بعد تو یکی از راهکارهاش هسته‌ای شدنه، در صورتی که بیش از 10 ساله که کارشناسای همین شبکه دارن در مورد اهداف برنامه هسته‌ای ایران که یکیش تولید انرژی هستش میگن، نیروگاه‌های هسته‌ای برای تولید انرژی منسوخ شدن. حالا خودش همینو به عنوان یه راه حل واسه بقیه کشورها معرفی کرده. از نمونه‌های عملیش هم که دیگه نگم براتون، همین فرانسه کلی نیروگاه هسته‌ای برای تولید انرژی داره. آلمان هم که الان به زغال سنگ واسه تولید برق رو آورده، داره همه نیروگاه‌های هسته‌ایش رو باز می‌کنه. اصلا هر کاری که اروپا می‌کنه درست دوستان، بقیه اشتباه می‌کنن. این کلیپی که الان براتون پخش می‌کنم رو هم بفرستید واسه خود تحقیرها، بگید اروپا لحظه فرود اضطراری بالگرد پلیس در بلوار ارتش تهران برای ارسال اورژانسی و فوری یک قلب اهدایی از شیراز به تهران. رحیم بلوار ارتش را رو بستن، هلیکوپتر از سمت شیراز یه دونه قلب اهدایی آوردن. قلب اهدایی آوردن وسط اتوبان، میخواد بشینه قلبو بده امداد، امداد ببره. الان که بی بی سی و اینتراشغال تیتر بزنن بستن یک بلوار در تهران برای فرود بالگرد پلیس و پیاده کردن نیروهای سرکوبگر جهت متفرق کردن مردم، به خدا دیدم که میگم، یعنی استاد عوض کردن روایت ها و داستانان. این همون کلام رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی که فرمودن اگر شما حقایق جامعه خودتون و کشور خودتون و انقلابتون رو روایت نکنید، دشمن روایت میکنه هر جور دلش میخواد. توجیه میکنن، دروغ میگن، 180 درجه با این خلاف واقع جای ظالم و مظلوم را عوض میکند. جنگ، جنگ روایت هاست. سالها قبل در کتاب جنگ های شبکه ای اندیشکده رند اومده که در جنگ های فردا کسی برنده نیست که بزرگترین بمب ها را دارد، بلکه کسی پیروز است که بهترین روایت را دارد. اکنون در عصر رسانه های هوشمند قرار داریم، در عصری که پلتفرم و محتوا همپوشانی بسیار جدی با یکدیگر و با فناوری های نظیر هوش مصنوعی و غیره دارند. در این عصر جریانی در عرصه های شناختی، ادراکی و رسانه‌ای پیروز است که بتواند نخستین و دقیق‌ترین روایت را از یک واقعه، حادثه، موضوع یا چالش بسازه، روایت را مدیریت کنه یا روایت خودش را در اذهان و قلوب مخاطب تثبیت کنه. در این عصر پیروزی با روایت غالب را پیروزی بدون جنگ و درگیری هم مینامند. متاسفانه فرماندهی جنگ روایت‌ها در داخل کشورمون در فضای مجازی ول در دست قول‌های روایت‌ساز سایبری شناختی نظیر شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های عمدتاً غربیه که با تصویرسازی، بمباران اطلاعاتی، پمپاژ اخبار جعلی و منفی مشغول مهندسی اجتماعی و ذهنی جامعه هستند. یه نمونهش همین ماجرای توقیف شناور جاسوسی آمریکاست. با همدیگه بشنویم جزئیات توقیف دو شناور تجسسی بدون سرنشین نیروی دریایی آمریکا توسط نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در خلیج عدن رو. اخطار نافشکن جماران ارتش به ناو آمریکایی. نافشکن جماران نیروی دریایی ارتش پنجشنبه هنگام اجرای عملیات مأموریت مقابله با تروریسم در دریای سرخ با چندین شناور تجسسی بدون سرنشین رها شده آمریکایی در مسیر کشتیرانی بین المللی مواجه شد. نافشکن جماران پس از 2 بار تذکر به نافشکن آمریکایی برای جلوگیری از حوادث احتمالی این دو شناور را توقیف کرد.
پس از ایمنسازی مسیر عبور کشتیرانی بین المللی، ناوگروه 84 نیروی دریایی ارتش این دو قایق را در منطقه ایمن رها کرد و به ناوگان آمریکایی هشدار داده شد از تکرار موارد مشابه خودداری کنند. ناوگروه 84 نیروی دریایی ارتش دو ماه است در منطقه دریای سرخ و خلیج عدن مستقر است. سه روز پیش هم در خلیج فارس یک شناور دیگر آمریکایی از این نوع باعث اخلال در روند کشتیرانی شده بود. ممنون و متشکرم که تا انتها با ما همراه بودین. لطفاً لایک و سابسکرایب ها فراموشتون نشه عزیزان، و سعی کنین این ویدیو رو واسه دوستاتون هم بفرستینش. تا یه ویدیوی دیگه در پناه حق باشین.